ساعت 33 دقیقه بامداد در لندن، 7 در تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. به چشم‌اندازی بامدادی از بی بی سی خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم. دونالد ترامپ میگوید با ارسال تجهیزات پزشکی دیگر کشورها به ایران برای مقابله با ویروس کرونا مخالفتی ندارد. بیشتر در این مورد با خبرنگار ما صحبت می‌کنیم. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان کماکان در حال افزایش است و به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده. در این حال ائتلافی به رهبری عربستان در جنگ علیه حوثی‌ها در یمن به طور یک طرفه اعلام آتش بس کرده تا به تلاش‌ها برای پیشگیری از شیوع کرونا کمک کند. گزارشی داریم درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به کرونا. پیش از اینها خبرهای جهان و ایران را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که با ارسال تجهیزات پزشکی کشورهای دیگر به ایران برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا مخالفتی ندارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز با انتقاد از ادامه تحریم‌ها علیه ایران آمریکا را به تروریسم درمانی متهم کرده بود. کامیز فتایی از واشنگتن گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ در جلسه روزانه کاخ سفید به خبرنگاران گفت که با ارسال تجهیزات پزشکی از اروپا به ایران مخالفتی ندارد. همزمان مایک پامپئو وزیر امور خارجه او هم به طور جداگانه گفته که آمریکا امکان کمک رسانی های بشر دوستانه از کشورهای دیگر به ایران را تسهیل کرده، هرچند هنوز مخالف رفع تحریم ها و ارسال پول یا اعطای وام های بین المللی به ایران است. یک ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ علیه حوثی‌ها در یمن به طور یک طرفه اعلام آتش بس کرده که از عصر امروز به اجرا گذاشته می شود. گفته شده که این اقدام به تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به این جنگ 5 ساله و پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا کمک خواهد کرد. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان کماکان در حال افزایش است و به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده. در همین حال مدیر کل سازمان تجارت جهانی گفته که مختل شدن تجارت جهانی پیامدهای دردناکی برای خانواده‌ها و کسب و کارها خواهد داشت. در تازه‌ترین گزارش سازمان تجارت جهانی هم از جمله آمده که کاهش بازرگانی بین‌المللی اخیر احتمالاً از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی شدیدتر خواهد بود. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد. سازمان تجارت جهانی درباره کاهش شدید مبادلات بازرگانی هشدار داده. بر اساس گزارش تازه این سازمان، همه‌گیری ویروس کرونا می‌تواند تجارت جهانی را بین 13 تا 32 درصد کاهش دهد. بر اساس این گزارش، تجارت جهانی در حالی از همه‌گیری ویروس کرونا آسیب دیده که در 3 ماهه چهارم سال 2019 نیز به خاطر تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین 1% کاهش یافته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که موج دوم مبارزه با ویروس کرونا از روز شنبه شروع می شود، زمانی که اکثر کسب و کارها دوباره فعال می شود. همزمان وزارت بهداشت ایران هشدار داده که اگر بی احتیاطی شود کرونا دوباره خیز خواهد برداشت. و در آمریکا سناتور برنی ساندرز از رقابت برای کسب نامزدی حزب دموکراتیک در انتخابات ریاست جمهوری کشورش کنارگیری کرد. به نظر می‌رسد که حالا جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، رقیب دونالد ترامپ در انتخابات امسال آن کشور است. به برنامه امروز پنجشنبه 21 فروردین 1399 برابر با 9 آوریل 2020 خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با فرج بالافکن تهیه کننده برنامه همراه شما خواهم بود. برنامه امروز را با خبری از آمریکا ولی مربوط به ایران آغاز می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید با ارسال تجهیزات پزشکی دیگر کشورها به ایران برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا مخالفتی ندارد. آقای ترامپ که چهارشنبه در جلسه روزانه کاخ سفید صحبت میکرد، در پاسخ به سؤالی درباره مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه و ارسال تجهیزات پزشکی از اروپا به ایران گفت مخالف چنین اقدامی نیست. همزمان مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا به طور جداگانه گفته است آمریکا امکان کمک رسانی از دیگر کشورها به ایران را تسهیل کرده. اجازه بدید با همکارم کامیز فتایی در واشنگتن بیشتر درباره جزئیات این خبر صحبت کنیم.
کام بیز دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرد که اگر صندوق بین‌المللی پول به درخواست ایران برای 5 میلیارد دلار وام جواب مثبت بده، آمریکا مانع این کار میشه. اما امروز میبینیم که آقای ترامپ میگه مخالفتی با اینکه کشورهای دیگه به ایران کمک بکنن، تجهیزات پزشکی بفرستن نداره. موضع آمریکا دقیقاً چیه؟ مشخص است که درباره رسوندن کمک به ایران چه سیاستی داره؟ خب سیاست آمریکا از روزی که در واقع شروع کرونا آغاز شد این بوده که با ارسال کمک‌های در واقع بشردوستانه، پزشکی و درمانی با ایران مشکلی نداره. حرفی که آقای ترامپ زده در واقع تکرار همون موضع قبلی هست و دارن صحبت از این میکنن که میگن از طریق اینکه حالا کشورهای دیگر مثل اروپایی از طریق سازوکار انستکس بیان و کمک های پزشکی بفرستن، همینطور که حدود یک هفته پیش آلمان اعلام کرد این خبر رو که اروپا این کار رو کرده و اقلام رو برای ایران فرستادن. با این کار آمریکا مشکلی نداره. حتی مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه آمریکا روز گذشته یک بار دیگر گفت که آمریکا به طرف ایرانی پیشنهاد کرده که اقلامی رو هم آمریکا حتی به ایران بفرسته، که گفته اینها ایران این مسئله رو رد کرده و به هر حال با ارسال کمک‌های بشردوستانه مشکلی ندارن. منتها میگن که در مقابل ظاهرا چیزی که درخواست آمریکا است اینه که اگر از یک چنین کمک‌هایی از طرف آمریکا بشه، ایران باید زندانی‌های آمریکایی در چند شهروند دو تابعیتی رو از جمله درخواست‌های آمریکا این است که ایران آزاد بکنه. این مسئله رو به کل ایران رد کرده. فراموش نکنیم امروز گذشته وزیر خارجه ایران توییت کرده بود که ایران صدقه نمیخواد، چیزی که ایران میخواد وقت تحریم هاست. ایران میتونه در واقع اون نفتش رو بفروشه، پول نفتش رو بگیره و در داخل خرج بکنه. این مسئله رو هم جالب اینجا هرچند آقای ترامپ در موردش صحبت نکرد، وزیر خارجه او صحبت کرد، گفته او اگر این تحریم ها نباید رفت بشه، چرا که پولی که در بخواد بیاره ایران از طریق نفتش نه به مردم ایران که به گفته اونها به جیب رهبران فاسد ایران خواهد رفت. این مسئله رو باهاش مخالف هستن، با رفع هر گونه تحریم مخالف هستن. در این حال میگن که با رفع کمک های در واقع دادن کمک های بشردوستانه به ایران مشکلی ندارن، حتی پیشنهاد رو هم به ایران دادن. اما گفته آمریکایی‌ها ایرانه که این رو نمیپذیره. به هر حال این بحث رفع تحریم ها چند مدت است که بالا گرفته. دموکرات ها هم در واشنگتن برخی از جمله آقای بایدن، جان کری، اینا دارن این مسئله رو مطرح میکنن. موضع دولت و طرفداران محافظه کارش به شدت این هست که با هر گونه رفع تحریم و تخفیف در تحریم مخالفند و حرف روز گذشته آقای ترامپ هم این مسئله رو عوض نمیکنه. متشکرم. کامبیز فتاحی در واشنگتن. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان کماکان در حال افزایش است و به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده. سازمان تجارت جهانی پیش بینی کرده که در سال جاری در پی همه‌گیری ویروس کرونا در جهان حجم تجارت بین‌المللی کاهش چشمگیری خواهد داشت. در گزارش تازه این سازمان آمده که تجارت بین‌المللی بر اثر گسترش ویروس کرونا 13% تا 32% کاهش خواهد یافت و احتمالاً فراتر از رکود اقتصادی سال 2008 خواهد بود. در همین حال یک ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ علیه حوثی‌ها در یمن به طور یک طرفه اعلام آتش بس کرده تا به گفته آنها به تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به این جنگ 5 ساله و پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا کمک کند. همه اینها و دیگر تحولات مربوط به بحران همه‌گیری ویروس کرونا 2019 در گزارش از مهنوش پورزیایی، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن. عربستان سعودی اعلام کرده از ظهر امروز آتش بسی یک جانبه را برای 2 هفته در عملیات خود علیه حوثیان یمن برقرار می کند. جنگ نیروهای ائتلاف عربستان سعودی علیه یمن بیش از 5 سال پیش آغاز شده و حالا ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف عربستان در جنگ یمن گفته است به دلیل نگرانی از گسترش ویروس کرونا در یمن و در راستای تلاش‌های سازمان ملل متحد، این ائتلاف اعلام آتش بس کرده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده نزدیک به 150 نفر از اعضای خاندان سلطنتی عربستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس این گزارش، فیصل بن بندر بن عبدالعزیز آل سعود، فرماندار ریاض، یکی از این بیماران است که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. روز چهارشنبه روبرتو ازویدو، مدیر کل سازمان تجارت جهانی، درباره کاهش میزان بازرگانی بین‌المللی هشدار داد و گفت علاوه بر درد و رنج ناشی از شیوع بیماری کرونا، کاهش ناگزیر تجارت و تولید تبعات دردناکی را برای خانواده‌ها و کسب و کارها خواهد داشت.
در گزارش تازه این سازمان آمده تجارت بین المللی بر اثر گسترش ویروس کرونا 13 تا 32% در سال جاری کاهش خواهد یافت و احتمالاً از رکود اقتصادی سال 2008 فراتر خواهد رفت. در همین حال در آمریکا تعداد مبتلایان به ویروس در یک ایالت نیویورک از تعداد مبتلایان در هر کشور دیگری از جهان بالاتر رفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت سازمان بهداشت جهانی در مورد اپیدمی جهانی ویروس کرونا دچار اشتباه شده و باید اولویت‌هایش را درست تعیین کند. تدروس گبریسوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در واکنش به انتقادهای آقای ترامپ از عملکرد سازمانش دفاع کرده و خواستار پایان برخورد سیاسی با ویروس کرونا شده. در همین حال دولت‌های دانمارک، نروژ، اتریش و جمهوری چک برنامه‌های خود را برای لغو یا کاهش محدودیت‌های مربوط به مقابله با ویروس کرونا اعلام کردند و گفتند گسترش ویروس در کشورشان را تحت کنترل دارند. در چین هم مردم ووهان کانون اولیه گسترش ویروس با رفع محدودیت‌ها آرام آرام به زندگی نسبتاً معمول خود بازگشتند. فرانسه و اسپانیا اما کم و بیش در وضعیت قبلند. 541 نفر در فرانسه جان خود را ظرف 24 ساعت گذشته از دست دادند. کاخ ریاست جمهوری این کشور روز چهارشنبه اعلام کرد قرنطینه سراسری را برای دومی بار تمدید کرده و با این حساب محدودیت‌ها تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. بعد از چند روز کاهش در تلفات اسپانیا نیز این کشور برای دومین روز متوالی از افزایش قربانیان در میان مبتلایان به ویروس کرونا خبر داده. تا کنون بیش از 14500 نفر در اسپانیا جانشان را بر اثر ابتلا به ویروس از دست دادند. مهنوش پورزیایی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کشور موج اول مبارزه با کرونا را پشت سر گذاشته، اما موج دوم از اول هفته بعد شروع می شود، زمانی که اکثر کسب و کارها دوباره فعال می شوند. وزارت بهداشت هشدار داده اگر بی احتیاطی شود کرونا دوباره خیز برخواهد داشت. این وزارتخانه گفته روز سه‌شنبه نزدیک به 2000 مورد جدید ابتلا به این ویروس شناسایی شده و بیش از 120 نفر جانشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش آناهیتا شمس. ایام میلاد با سعادت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت، جایی که فاصله گذاری بین صندلی ها رعایت نشده بود به جز اطراف صندلی رئیس جمهوری. زبور این رو نوشته ایم. آقای روحانی گفت باید سلامت مردم و مبارزه با کرونا و فعالیت‌های اقتصادی را تلفیق کرد و از هفته آینده کسب و کارهای کم خطر باید کار خود را شروع کنند. این در حالی است که وزیر بهداشت همچنان تاکید دارد اگر مردم رعایت نکنند هفته آینده شاهد خیز مجدد کرونا خواهیم بود. حسن روحانی از تماس خود با کارگاه‌های تولیدی در سطح کشور گفت: از این کارگاه پرسیدم که شما در طول کارتون که در ماه اسفند فروردین از همیشه فعالتر بودید، آیا کسی از افراد شما هم دچار این ویروس شده؟ من در مواردی که با اینا صحبت کردم هیچ موردی نبوده. اصولاً رفتار این ویروس. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در صحنه علنی شورای شهر تهران از بی‌توجهی مردم به توصیه‌های بهداشتی و تردد پرشمار در سطح شهر انتقاد کرده و گفته تبعات این ترددها هفته آینده مشخص می‌شود. او از افزایش 25 تا 30 درصدی مراجعان مبتلا به کرونا به بیمارستان‌های تهران خبر داده و از فرسایش کادر درمانی ابراز نگرانی کرده. ما امروز به حمد آقای روحانی گفت ایران در مرحله کنترل این ویروس است. ما امروز استراب اونچنانی نداریم. همه بخش‌های پزشکی ما آمادن. الحمدلله به هر بیمارستانی ما زنگ میزنیم سوال میکنیم، هم تخت خالی داره هم آی سی یو خالی داره. این مهمه. ممکنه تخت خالی باشه، آی سی یو پر باشه، اونجا ما مشکل داریم. هر دو خالی داره. کیت های جدیدی در اختیار قرار گرفته. او از تولید کیت های جدیدی خبر داد که می تواند از روی پادزهر در بدن تشخیص دهد آیا شخص کرونا گرفته و بدون علامت پشت سر گذاشته یا نه. وزارت دفاع ایران میگوید متخصصان این سازمان کیت‌هایی با نام کیت‌های نسل سوم تولید کردند که آماده تحویل به مراکز درمانی است.
رضا الله‌ورد رئیس اداره بهداشت امداد و درمان وزارت دفاع در مصاحبه‌ای با شبکه خبر ایران گفت حدود دو هفته گذشته این کیت‌ها در قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا در نیروهای مسلح رونمایی شد. ظرفیت تولید روزانه 30,000 کیت رو ما داریم. درخواستایی برای صادرات آمده که انشالله این کیت‌ها به امید خدا صادر هم خواهند شد، ولی در کل ما این آمادگی رو داریم برای تمامی مراکز آزمایشگاهی کشوری و لشکری انشالله این کیت‌ها رو در اختیار بذاریم. محمد رضا نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان هم از نارسایی و کمبود میگوید. آمار ما را بگیر خدا وکیلی، ما نون نداریم بخوریم. بابا نمیتونیم آب میوه پرتقال براشون بگیریم، نمیتونیم به این بیمارا غذا بدیم. آخه این دیگه چجوریه؟ نمیدونم ما چیکار باید بکنیم. حسن روحانی درباره گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول گفت ایران عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و در 50 سال گذشته درخواستی از این صندوق نداشته، اما در شرایط سخت آنها باید به وظایف خود عمل کنند و بین کشورها تبعیض قائل نشوند. و من در همین جا قبل از آقای روحانی میگوید راحت‌ترین کار برای دولت این است که به همه بگوید از خانه خارج نشوند، اما وضع کارگران روزمزد و آنهایی که کسب و کارش تعطیل شده چه می شود. ولی از طرف دیگر بسیاری از مردم انتظار دارند دولت راه حلی ارائه کند که هم تضمین کننده سلامت آنها باشد و هم اقتصادشان را تضمین کند. گزارشی بوده از آنایتا شمس. فرصت خوبی است که اینجا با یک کارشناس در مورد استراتژی‌های مختلف برای مقابله با کرونا صحبت کنیم. دکتر سحر مطلبی، پزشک عمومی و کارشناس مدیریت بهداشت جمعیت، ساکن مالمو در سوئد مهمان برنامه ماست. صبح زود شما بخیر در مالمو خانم دکتر مطلبی. ممنونم که به برنامه پیوستید. خانم دکتر، مقایسه استراتژی‌های مختلف کشورهای مختلف در برخورد با کرونا به ما چی نشون میده؟ با سلام خدمت شما، صبح شما هم بخیر. ما در واقع شروع کردیم بررسی استراتژی کشورهای مختلف بر اساس دیتاهایی که داشتن و روی چند تا شاخص تمرکز کردیم برای اینکه بتونیم بر اساس اون شاخص‌ها ببینیم بهترین کشورها چیه و بتونیم دسته‌بندی کنیم در مورد عملکردشون. از شاخصی که انتخاب کردیم و که میزان ابتلا در میلیون بود که ما یه چیزی در حدود مثلا زیر 300 تا در نظر گرفتیم، میزان مرگ و میر در میلیون بود که ما یه چیزی در حدود زیر 50 تا در نظر گرفتیم و میزان تست هایی که انجام شدن که اون یه ضریب بنز 5 برابر موارد ابتلای شناخته شده رو در نظر گرفتیم، بخاطر اینکه 80% کیس ها ناقل هستن، در نتیجه اون ضریب 4 برابر هم بعد در نظر می گرفتیم. بعد دیگه اینکه عملکرد سیستم های سلامت کشورهای مختلف بر اساس ارزیابی که سازمان ملل کرده و به سازمان بهداشت جهانی کرده و یه رنکینگ این رتبه بندی کرده چجوری بوده که یه باستابی از میزان شفافیت و کیفیت عمل کرد و اینکه تونستن اعتماد سازی کنن برای جامعهشون. و اینی که از همه مهمتر اینه که در عرض 3 هفته از شروع اولین موردشون آیا رسیدن به یه منحنی مسطح، یعنی منحنیشون مسطح شده یا نه. وقتی اینا رو با هم نگاه کردیم و رسیدیم به 2 گروه از کشورها. جالب اینجا بود که گروه اول که در واقع همه این موارد رو داشتند افتادن توی آسیا. اینا به جز چین که حالا یه مقدار در مورد شفافیت داده هاش شبهه هست، شد کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و اگر اشتباه نکنم یه مورد دیگرش هم بله همینا بودن. و گروه دوم هم کشوری بودن که اتفاقا بیشتر توی اروپا بودن و کشورهای غربی بودن در واقع، که اونها میزان ابتلاشون 300 تا نبود، میرفت روی مثلا 1000 تا، ولی میزان مرگ و میرشون زیر 50 تا بود و همون بقیه موارد شاخصایی که ما در نظر گرفته بودیم که حداقل 5 برابر مواردی که ابتلا داشتن تست رو انجام دادن و منحنیشون در عرض 3 هفته بعد از شروع تقریبا به داره صاف میشه یا نزدیک به صاف شدن شده. و اونا کشورهایی بودن که زیاد البته سر و صدا هم نکردن، مثلا اتریش، مثل چکوسه جمهوری چک، مثل دانمارک، نروژ و یکی دیگه از کشورها هم آمریکا بود در واقع، با اینکه دیر جنبید ولی دیر اومد ولی زود جنبید.
اینها تفاوت این دو تا این چیزایی که مشترک داشتن تمام اینها این بودش که اینا همشون همون سه تا محور اصلی رو که کاهش مواجهه، کاهش ابتلا و کاهش سرایت، کاهش سرایت و کاهش ابتلا بودن رو رعایت کرده بودن بر اساس اون پیشنهاداتی که چین داده بود توی گزارشاش، که همین فاصله گذاری بوده، تو خانه در خانه ماندن بوده، دورکاری بوده و دیگه بهداشت دست بوده، بهداشت سطوح بوده. ولی یه مورد بود که گروه اول رو، یعنی کشورهای آسیایی رو متفاوت کرده بود با گروه دوم، که این همه هم توی دیتاشون تفاوت وجود داره، مورد پوشوندن صورت بود. یعنی کشورهای آسیایی از روی تجربه که تو زمینه سارس و تو زمینه مرس داشتن، خیلی اولا سریعتر وارد عمل شدن، متوجه شدن که خطر چقدر جدیه، و دوم اینکه به مردم از همه مردم خواهش کردن و تو بعضی جا هم اجباری کردن که شما صورتتون رو وقتی تو محیط‌های عمومی هستین حتما بپوشونین، برای اینکه اینا به درستی و هوشمندانه فهمیده بودن که مهمترین عامل شکستن چرخه انتقال در واقع بستن منبعشه، منبعش هم دهانه، و معنی نداره که ما دهان رو باز می‌ذاریم و نمی‌دونیم که ناقله داره بزاق آلوده رو ترشح می‌کنه و دستامون رو می‌شوریم. یعنی انگار که شیر آب رو باز می‌کنی، از این ور می‌خوای زمین رو خشک کنی. خب همچین چیزی اتفاق نمی‌افته. ولی این تفاوت اون کشورهای آسیایی بود با کشورهای غربی. و جالب اینجاست که الان کشورهای غربی خیلی هاشون متوجه این قضیه شدن و شروع کردن استراتژیشون تغییر دادن، از جمله آمریکا خیلی با جدیت داره این قضیه رو پیگیری میکنه و الان تقریبا یه جوری اجباری کرده که مردم، یعنی خواهش کرده که مردم حتما صورتشون رو بپوشونن. و مهم توی این قضیه این بوده که از مردم هیچ کدوم از این کشورها نخواستن که حتما ماسک بزنن، و به نظر میرسه اصلا دلیلی که از اول یه مقداری خیلی محافظه‌کارانه کشورها و سازمان بهداشت جهانی برای توصیه به ماسک با اینکه به نظر عقلانی ترین راه میرسید رسیده این بوده که میدونستن هیچ کشوری توان تولید ماسکای یک بار مصرف رو برای روزانه به تعداد تمام جمعیتش برای یه مدت طولانی نداره، و از اون طرف هم اون ماسکای آلوده که ایجاد میشه خودش یه زباله عفونیه که خودش یه خطر حساب میشه. ولی راه حل ساده داشت، و اون راه حل ساده رو کشورهای آسیایی پیدا کرده بودن، و این بود که از مردم خواسته بودن که صورتشون رو با شال، روسری یا حتی ماسکای دستساز تو خانگی درست کنن، و این ماسکای دستساز زباله عفونی هم ایجاد نمی‌کرد، برای اینکه اینا قابل شستشوه، یعنی شب به شب میشد اینا رو ببخشید وسط صحبتشون. من یادم میاد با خود شما هم صحبت کردم که اوائل خیلی مطمئن نبودن که نقش ماسک چیه، یعنی تو چه حد کمک میکنه. حتی گفته میشد که کسی که مبتلا شده اگه ماسک بزنه از پخش این جلوگیری میکنه، ولی اگر کسی که مبتلا نشده هنوز شاید بر اون زیاد فرقی نکنه. ولی حالا به نظر شما از بین این کشورهایی که اسم بردید و راههای و روشهایی که اینها به کار بردن به غیر از ماسک، چه نمونه های دیگه ای وجود داره که ما بتونیم از اونها استفاده بکنیم در به عنوان مثال در ایران که بشه مبارزه کرد با این بیماری، با شیوع این ویروس؟ والا الان میخواستم برسم به اون قسمت. اگه ما اجازه بده این قضیه ماسک رو واقعا یه بار خوب تشریح کنیم که اصل جریان چیه. شما نمیتونید جلوی انتشار این بیماری رو بگیرید بدون اینی که منبع انتشارش، یعنی دهان رو که مثل یه ماشین داره با نفس، با هر نفسی ویروس پمپ میکنه بگیرید. شما تا این رو نبندید دست شستن و زمین شستن بیمعنیه. این مهمترین استراتژی بوده که اینقدر اختلاف سطح تو عمل کرد بین اون 5 تا کشور و بقیه ایجاد کرده، و آمریکا هم الان داره به اون سمت میره، در حدی که ژنرالاش میان تو تلویزیون وای میستن و مردم آموزش میدن چجوری با یه تیشرت ساده دهن یه چیزی که دهنشون رو میپوشونه درست کنن. نگرانی که در مورد توصیه عمومی ماسک وجود داره که مردم حالا مثلا بخوان هجوم بیارن یا مثلا بخرن ماسکایی که باید توسط پرسنل استفاده بشه، ولی میشه این رو با آموزش و اعتماد سازی به مردم داد. بعد موضوعی که هست اینه که این ماسکا الان مشخص شده که نه تنها باعث شکستن چرخه سرایت میشه، بلکه برای خود اشخاص هم یه و علارغم اون چیزی که اول گفته میشد یک مقدار مسئولیت ایجاد میکنه، برای اینکه حداقل 50% احتمال ابتلا شدن رو کم میکنه، و اینا در اومده الان تو آزمایش و مقاله، مخصوصا بررسیایی که دانشگاه توهو کرده تو ژاپن. منتها نکته دیگه‌ای که اصلا توی کل این جریان مهمه میزان مرگ و میر این بیماریه. این مرگ و میر این بیماری
تابعی از شدت بیماریه و اون شدت بیماری تابعی از میزان حجم ویروسیه که تو اولین مواجهه بدن باش برخورد میکنه. یعنی اگه حجم این ویروس خیلی زیاد باشه، واکنش ایمنی بدن شدت یافته است و در واقع اون واکنش ایمنی شدت یافته است که باعث تخریب ارگان میشه و مغزایی ایجاد میکنه. هر چی که این حجم ویروس کمتر باشه، که همین ماسک و دهن پوشاندن به اون کمک میکنه، اگر هم شخص مبتلا بشه یه آنفولانزا یه چیزی هم طولانی میگیره ولی مغزا نیست. این خیلی عامل مهمیه. متشکرم. خانم دکتر مطلبی، میدونم گفتنی زیاد هست ولی متاسفانه وقتش رو نداریم. مطمئنا در فرصت دیگه ای باز هم سراغ شما خواهیم اومد راجع به قسمت های دیگه یا حرف های دیگه که باقی مونده صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید صبح زود. دکتر سحر مطلبی، پزشک عمومی و کارشناس مدیریت بهداشت جمعیت، ساکن شهر مالمو. از کسانی که ما رو در فیسبوک دنبال میکنن و برنامه رو نگاه میکنن، پوزش میخوام که تصویر دکتر مطلبی رو متاسفانه ما نداشتیم و شما نتونستید که ایشون رو ببینید در حین برنامه. امیدوارم که این مشکل برطرف بشه، در گزارش های بعدی بتونیم که با تصویر برنامه رو ادامه بدیم. حالا نوبت میرسه به شنوندگان بینندگان برنامه که نظرتون رو به ما بگید. به نظر شما چه روشی برای مقابله با کرونا بهتر جواب داده؟ البته از تجربه شخصی خودتون میگم. فکر میکنید قرنطینه چه نقشی داره؟ از ماسک استفاده میکنید یا نه؟ وضعیت در شهر و اطراف شما چجوریه؟ از طریق فیسبوک یا تلگرام با ما تماس بگیرید و تا جایی که فرصت بشه من پیام های شما رو در ادامه برنامه میخونم. این هم راه تماس با ما. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. چشمانداز بامدادی را از BBC در لندن میشنوید. سری میزنیم به افغانستان، به کابل. در کابل پس از مرگ یک پزشک بیمارستان بر اثر ویروس کرونا، وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده که تمامی فعالیت‌های این بیمارستان خصوصی را در پایتخت به حالت تعلیق درآورده. وحید مایار سخنگوی این وزارتخانه گفته که بیش از 6% کارکنان این بیمارستان تخصصی قلب به ویروس کرونا مبتلا شدند. نسرین نوا همکارمون از کابل با ماست. نسرین، میشه بیشتر در مورد ماجرای این بیمارستانی که در کابل موقتاً تعطیل شده و به طور کلی این کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی در افغانستان به ما بگی؟ چند روز قبل یکی از دکترهای شفاخانه خصوصی امیری که شفاخانه تخصصی قلب هست به اثر بیماری کووید 19 در افغانستان جان باخت. بعد از این وزارت صحت مطلع شد که از 3 هفته قبل این شفاخانه در کابل تستای مربوط به کرونا را انجام میداده به شکل خصوصی، یعنی در مقابل پول، در حالی که این تست ها در شفاخانه های دولتی افغانستان به شکل رایگان انجام میشه. بعد وزارت صحت دیروز اعلام کرد که از چند روز قبل فعالیت این شفاخانه را به حالت تعلیق درآورده و تمام کارمندهایش فعلا در تعطیلی به سر می‌برن. تست کرونا از کارمندهایش گرفته شده، یک مقدارش تا فعلا مثبت بوده، یک تعدادش، و گفتن که تا معلوم شدن نتیجه تمام کارمندها باید تمام فعالیت این شفاخانه متوقف بشه، به دلیلی که عملکرد این شفاخانه غیر علمی و غیر قانونی بوده، چون وزارت صحت قبل از این هم اعلام کرده بود که هیچ شفاخانه خصوصی، هیچ بیمارستان خصوصی حق انجام تست کرونا رو در افغانستان نداره و فقط این تست باید در آزمایشگاه مربوط به وزارت صحت، آزمایشگاه دولتی مشخص که در افغانستان هست، انجام بشه. از طرفی در افغانستان کلا آزمایشگاه تعدادش کم هست و علاوه کم بودن این آزمایشگاه ها، برخی لوازم مورد ضرورت هم کم هست. مثلا 2 روز قبل، 2 شب قبل تقریبا، ریاست صحت هرات اعلام کرد که با کمبود تجهیزات مواجه شده. یک وسیله‌ای که در کیت تشخیصی هست و برای انجام تست الزامی هست او را دیگر ندارن، ولی وزارت صحت، یعنی مسئولین مرکزی، آمدن گفتن که ما هر چه زودتر این مواد را به هرات میفرستیم. و دیروز البته خبری از این نرسید. وزارت صحت ادعا میکنه که ما مواد را فرستادیم، ولی ریاست هرات تا شب قبل هم تایید نمیکرد که این مواد برشان
رسیده و گفتن که احتمال داره تا هفت صبح امروز، یعنی نیم ساعت قبل رسیده باشه، ولی هنوز هم مشخص نیست و ای جای نگرانی است به دلیلی که آمار ابتلا در هرات بسیار بیشتر از ولایت‌های دیگه است و ریاست هرات هم گفته تعداد زیادی در هرات منتظر هستن که ازشان تست گرفته بشن. متشکرم نسرین در کابل. نگاهی بندازیم به تازه ترین خبرها. تا این ساعت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که با ارسال تجهیزات پزشکی کشورهای دیگر به ایران برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا مخالفتی ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز با انتقاد از ادامه تحریم‌ها علیه ایران آمریکا را به تروریسم درمانی متهم کرده بود. یک ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ علیه حوثی‌ها در یمن به طور یک طرفه اعلام آتش‌بس کرده که از عصر امروز به اجرا گذاشته می‌شود. گفته شده که این اقدام به تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به این جنگ 5 ساله و پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا کمک خواهد کرد. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان کماکان در حال افزایش است و به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده. با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که موج دوم مبارزه با ویروس کرونا از روز شنبه شروع می شود، زمانی که اکثر کسب و کارها دوباره فعال می شوند. اجازه بدهید که خبر دیگر را هم براتون بگم. سناتور برنی ساندرز از رقابت برای کسب نامزدی حزب دموکراتیک در انتخابات ریاست جمهوری کشورش کنار گرفته. به نیمه برنامه رسیدیم در نیم ساعت دوم از کنارگیری برنی ساندرز که خبرش رو براتون خوندم بیشتر خواهید شنید. گفتگوی هم داریم درباره آزاد شدن 100 زندانی طالبان توسط دولت افغانستان و در بخش شاهد عینی باز هم به سال 1918 میلادی برمیگردیم و از آنچه آنفلوانزای اسپانیایی بر سر جهان آورد میشنویم. جالب این که همه‌گیری‌های آنفولانزا در سال 1957 یا 1968 یا حتی 2009 توالی ژنتیکی ویروس 1918 در تمامی اونها حفظ شده. در واقع ما در زمانه ای زندگی می‌کنیم که همه‌گیری 1918 هنوز ادامه داره. خبرهای کوتاهی از ایران و خبرهای ورزشی رو هم که طبق معمول داریم. برنی ساندرز سناتور چپگرای آمریکا کارزارش را برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متوقف کرد، اما همچنان به عنوان نامزد در رقابت‌های درون حزبی می‌ماند. با توقف کارزار آقای ساندرز، مسیر برای نامزدی جو بایدن معاون رئیس جمهور در دوران باراک اوباما هموار می‌شود و در صورت نهایی شدن نامزدی او احتمالاً آقای بایدن در نوامبر 2020 با دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی رقابت خواهد کرد. آقای ساندرز انتخابات درون حزبی با پیشتازی نسبت به دیگر نامزدها آغاز کرد، اما پس از کنارگیری همزمان چندین نامزد به نفع جو بایدن، او به طور غیر منتظره پس سرنوشت سازی در چند ایالت از آقای ساندرز رأی بیشتری یابد. توضیحات بیشتر در گزارش سامه فرزانه. سناتور برنی ساندرز که شروع خوبی در رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌ها داشت و در دوره نامزد پیشتاز حزب بود، تصمیم گرفت که به کارزار انتخاباتی خود پایان دهد و میدان را به رقیبش جو بایدن واگذار کند. آرزو می‌کردم که خبر بهتری را به گوش شما برسانم، اما به نظرم شما واقعیت را می‌دانید. ما در حال حاضر 300 امتیاز از آقای بایدن عقب‌تریم و تقریبا مشخص است که هیچ امکان پیروزی نداریم. با اینکه جنبش ما نبرد ایدئولوژیک را برده و با اینکه حمایت بسیاری از جوانان و طبقه کارگر را به خود جلب کرده ایم، من به این نتیجه رسیدم که این مبارزه برای کسب نامزدی حزب دموکرات موفقیت آمیز نخواهد بود. برای همین امروز اعلام می‌کنم که کارزار انتخاباتی من معلق می‌شود. منظور آقای ساندرز از پیروزی در نبرد ایدئولوژیک، سیاست‌های او درباره بهداشت عمومی و خدمات درمانی برای همه مردم است که حالا بیش از گذشته مورد توجه رای دهندگان قرار گرفته. گسترش ویروس کرونا و خطر بالقوه‌ای که این ویروس برای همه مردم دارد، حتی بر روند انتخابات در ایالت‌های مختلف آمریکا اثر گذاشته. حضور رای دهندگانی که ماسک بر چهره دارند و حوزه های رای دهی را به درمانگاه شبیه کردند، حالا به واقعیتی هر روزه در آمریکا تبدیل شده که یادآور خطر ویروس کرونا است. می دانم که در درون جنبش ما کسانی هستند که با تصمیم من مخالفند و دوست دارند که ما تا آخرین رأی مأخوذه به مبارزه ادامه دهیم. من نظر آنها را می فهمم،
اما وقتی به بحرانی که گریبان ملت را گرفته نگاه میکنم و وقتی که میبینم دونالد ترامپ توانایی یا میلی به مدیریت درست این بحران ندارد و وقتی میبینم چه کارهایی باید برای کمک به مردم در این زمان انجام شود، با خیال آسوده نمیتوانم کارزاری را ادامه دهم که امکان پیروزی ندارد و با وظیفه اصلی ما در این روزهای حساس ناسازگار است. آقای سندرز که 4 سال پیش رقابت درون حزبی را به هیلاری کلینتون واگذار کرد، در دومین تلاش میدان را به جو بایدن واگذار کرد که در دوره باراک اوباما معاون رئیس جمهوری بوده و پیش از آن سالها سناتور بود. آقای بایدن که به جناح میان روی حزب دموکرات تعلق دارد، در واکنش به کنارگیری آقای سندرز به او و همراهانش قول داد که صدای آنها و خواسته هایشان را شنیده و متوجه ضرورت تغییرات مورد نظر آنهاست. جو بایدن حالا و در شرایطی که امکان دیدار رو در رو با رای دهندگان برایش میسر نیست، باید طرحی برای پیروزی بر دونالد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر داشته باشد. سام فرزانه گزارش میداد. همچنان از کسانی که ما رو در فیسبوک دنبال میکنن پوزش میخوام به خاطر اینکه به دلایل فنی هنوز هم تصویر ما رو، تصویر برنامه، قسمت هایی که تصویری هست رو، گزارش هایی که تصویری هست رو شما نمیتونید در فیسبوک ببینید. دولت افغانستان اعلام کرده که 100 زندانی طالبان را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای صلح و همچنین مهار کرونا آزاد کرده. در همین حال ذبی‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به بی بی سی گفته که آزادی این زندانیان طبق توافقنامه بین این گروه و آمریکا نبوده. پیشتر گروه طالبان از به تعویق افتادن روند رهایی زندانیانشان انتقاد کرده بود. عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک از واشنگتن با ماست. خوش آمدید به برنامه. آقای صمد، چرا دولت افغانستان بعد از اینکه طالبان ادامه نشست و گفتگوها رو رها کرده، این زندانیان رو آزاد کرده؟ خب این سوال است که خود دولت افغانستان باید جواب بدهد، چون دو تیم تکنیکی که از طرف طالبان و حکومت آقای اشرف غنی قرار بود که صحبت‌های داشته باشن و داشتن و دید و بازدیدهای هم داشتن، به نتیجه نرسید و وقتی به نتیجه نرسید طالبان اعلام کردند که آنها همی هدف را معطل قرار میدن و هیئتشان پس دوباره امکان داره به دوحه برگرده. در این موقع چند ساعتی نگذشته بود که حکومت آقای اشرف غنی اعلام داشت که 100 تن از طالبان را رها میکنند، در حالی که او هیئت تکنیکی طالبان در این موضوع دخیل نبود و طالبان هم بعداً اعلام کردند که این رهایی را جز همو توافقنامه که بین امریکا و طالبان امضا شده بود تلقی نمیکنند. لذا مشکل نه تنها که حل نشد، بلکه یک بعد جدید هم به خود گرفت. اینکه طالبان رهایی 100 نفر از زندانیانش رو مطابق توافقنامه ندونسته و اعتراض کرده، چقدر میتونه این ادامه روند گفتگوها رو متزلزل بکنه؟ روند گفتگوها متزلزل بوده و بیشتر متزلزل شده. البته ایده به این فکر هستن که در کابل و امکان داره حتی در واشنگتن بعضی حرکات برای افتاده باشه برای اینکه پروسه صلح با یک اندازه کندی و یک اندازه مشکلات و بحران و چالش روبرو باشه، چون او را امکان داره به نفع خود بدانن. و ایده دیگه به این فکر هستن که پروسه صلح باید به شکلی به پیش بره که همه جوانب در او دخیل باشن، همه شمول باشه، هم موضوع تصامیمی که گرفته میشه، بلخصوص تصامیمی گرفته میشه، این تصامیم بتانه که نظر همه را در بر بگیره. و قسمی که دیده میشه متاسفانه که در از طرف کابل اجماع وجود نداره، بحران سیاسی هنوزم پابرجاست، مشکلاتی که ناشی از انتخابات بود هنوز پابرجاست و موضوع پروسه صلح به رقمی که فکر میشد قدم نگذاشته و به پیش نمیره.
با این همه مشکلاتی که شما برشمردید فکر میکنید که آینده چی میشه؟ یعنی این به شما گفتید از قبل متزلزل بوده، هنوزم متزلزل هست و توصیف کردی که کیا اشکال از کیا هست. آینده رو چطور میبینید شما؟ ما در کوتاه مدت آینده را، البته در کوتاه مدت مشکلات و چالش ها را بیشتر میبینم. من فکر میکنم که هم موضوع اسرا و کسانی که باید رها میشدن از دو طرف حالا با یک بنبست روبروس، موضوع مذاکرات بین الافغانی که قرار بود که در یک مرحله آغاز شود، این هم حالا بالات تعلیق و معطلی قرار داره. و در مجموع قسمی که دیده میشه روند جنگ بیشتر من فکر میکنم که حالا مطرح است و امکان داره که ما با آمدن فصل بهار شاهد جنگ های شویم که متاسفانه باعث تلفات بیشتر خواهد شد. خیلی متشکرم آقای صمد. عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک از شهر واشنگتن. چشم‌انداز بامدادی رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از مخالفت آمریکا با اعطای وام صندوق بین المللی پول به ایران برای مقابله با شیوع کرونا، ایالات متحده را به تروریسم درمانی متهم کرده. آمریکا میگوید کمک نقدی به دست مردم ایران نمیرسد، به همین دلیل با آن مخالف است. سعید منبینی رئیس اتاق اصناف ایران فهرست مشاغل پرخطر در دوران شیوع ویروس کرونا را اعلام کرده. او گفته این مشاغل تا اطلاع ثانوی باید تعطیل باشند. تالارها، کافه‌ها و رستوران‌ها، استخر و سونا، سالن‌های زیبایی، مراکز تجاری و بازارهای سرپوشیده از جمله این مشاغل پرخطر شناخته شدند. 16 نماینده مجلس ایران در تذکری به وزیر خارجه واکنش سخنگوی این وزارتخانه به بحث توییتری سفیر چین و سخنگوی وزارت بهداشت را غیر عزتمندانه خواندند و تاکید کردند که سفیر چین باید به دلیل اظهارات خارج از شأن خود به وزارت خارجه احضار می‌شد. کیانوش جهانپور آمار چین درباره کرونا را شوخی تلخ خواند و گفته بود که این اطلاعات موجب به اشتباه افتادن دیگر کشورها شده. سفیر چین در تهران در پاسخ خواست سخنگوی وزارت بهداشت به آنچه او تلاش‌های بزرگ چین نامید احترام بگذارد. سپس سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتی از کمک‌های دولت چین قدردانی کرد تا از سفیر چین دلجوی دیپلماتیک کرده باشد. و رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در یک بانک لوکزامبورگی رفع توقیف شده است. در پی شکایت جمعی از بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از ایران برای دریافت غرامت، دادگاهی در نیویورک در سال 2012 مقرر کرد که تهران باید به خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان حملات به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و پنتاگون 7.5 میلیارد دلار بپردازد. دادگاهی در لوکزامبورگ فروردین ماه پارسال درخواست اختصاص این مبلغ به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر را رد کرده بود. حالا هم بریم به سراغ خبرهای ورزشی امروز. خبرهای ورزشی امروز رو کاوه مشکات تهیه کرده که با تازه ترین وضعیت اصلاح و تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شروع میشه. مهدی محمد نبی دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال ایران گفته جدول زمانبندی اصلاح و تصویب اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال به همراه مقررات انتخاباتی و برگزاری مجمع به فیفا فرستاده شده. به گفته آقای نبی، اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران در سه مرحله میتونن در اصلاح و تصویب اساسنامه مشارکت داشته باشن. در مرحله اول اعضا میتونن در مورد اساسنامه قدیمی فدراسیون فوتبال که در سال 90 تصویب شده نظر خودشون رو به فدراسیون بفرستن. در مرحله دوم که مرحله تدوین اساسنامه هست، قرار هستش که بر اساس نظر فیفا و همینجور هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال ایران تدوین بشه. و در مرحله سوم اعضا میتونن در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در مورد این اساسنامه نظر بدن. البته هنوز مشخص نیستش که این مجمع کی برگزار بشه و آقای نبی گفته که بعد از عادی شدن وضعیت سلامت عمومی این مجمع برگزار خواهد شد.
گفت جوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال تاتنهم بعد از اینکه مقررات فاصله گیری اجتماعی رو نادیده گرفته بود گویا عذرخواهی کرده. چی گفته؟ در واقع روز گذشته جوزه مورینیو به همراه برخی از بازیکنان تاتنهم مثل داویسون سانچز و رایان سگیسون در فضای مجازی منتشر شد که اونها در یک پارکی مشغول دویدن و تمرین کردن بودند و به هر حال این بر خلاف دستورالعمل دولت بریتانیا در مورد فاصله گذاری اجتماعی بود. باشگاه تاتنهام هم گفته که با بازیکنها صحبت کرده و به اونها تذکر داده که به این مسئله احترام بذارن و همینجور پلیس لندن هم گفته که از این ماجرا با خبر بوده ولی هیچ شکایتی در این مورد دریافت نکرده. و همچنین میتونیم به این موضوع هم اشاره بکنیم که شهردار لندن هم با انتقاد از عمل جوزه مورینیو و بازیکنان تاتنهام گفته که این افراد باید سرمشق جوانان و دیگر افراد جامعه باشند و نباید با چنین کارهایی وضعیت جامعه رو به خطر بندازن. ظاهراً به گفته یک سایت نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال حدود 2,600,000,000 پوند از ارزش بازیکنان لیگ برتر فوتبال انگلستان به دلیل شیوع ویروس کرونا کم شده. ماجرا از چه قراره؟ بر اساس محاسبه سایت ترانسفر مارکت که عوامل متعددی مثل سن بازیکنان، مدت قرارداد و آخرین قیمت نقل و انتقالات اونها رو در نظر گرفته، بازیکنان زیر 22 سال لیگ برتر انگلستان 10% و بالای 22 سال حدود 20% از ارزششون کم شده. اینم از خبرهای ورزشی. بریم به سراغ پیام‌های شما از فیسبوک. بهروز نوشته زندانیان طالبان به هیچ وجه نباید رها شوند. این یک جفای بسیار بزرگ است به حق مردم افغانستان که کسانی که گرفتار شدند با خون مردم و ملت فقیر افغانستان گرفتار شدند و به این آسانی آزاد شدند چون به هیچ وجه قابل قبول برای هیچ افغان با وجدان نخواهد بود. افشین نوشته فرج جان جات پشت میکروفون خیلی خالی. البته باید توضیح بدم، حتما میدونید برای اینکه چند روز گذاشتم همینطوری بوده. به دلیل این فاصله گیری اجتماعی مجری و خبرخون و تهیه کننده برنامه توی یک اتاق نمیتونن بشینن، برای همین هم فرج بیرون از اینجا نشسته و من مرتب باش در تماس هستم. وفا در تلگرام نوشته تنها راه نجات از این ویروس فقط و فقط قرنطینه و قرنطینه است و نداشتن ارتباط با دیگران، زیرا این چرخه باید قطع شود. فریبا نوشته از آنجا که نمیدانیم کی آلوده یا ناقل است، استفاده اجباری از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و رعایت بهداشت نه تنها فردی که مهمتر جمعی میتونه از پیشروی این بیماری جلوگیری بکنه. ناصر نوشته قرنطینه خانگی و استفاده از ماسک و کاهش ارتباطات انسانی مؤثرترین روش‌ها برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا می باشد. بنابراین دولت بهتر است از شروع کسب و کارها در ایران پرهیز کند. سروش نوشته دارایی‌های ایران با ارزهای دیجیتال به حساب مردم مستضعف غیر همراه با رژیم بریزند. کپته مطمئن نیستم این اشاره به چیه. و بعد نمیشه ماسک، قرنطینه، شستن دست، حفظ رعایت فاصله، ضد عفونی کردن سطوح و مواد و شستشوی بینی راه‌های دوری از بیماری است. خب این هم از پیام‌های شما و حالا میریم به آخرین بخش برنامه و اون هم شاعب و آخرین بخش پیش از اون البته یک آگهی بشنوید و بعد میریم به سراغ شاهد عینی. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم‌انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485، 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر
برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. حال هم شاهد اینی. سلام، به بخش دیگری از برنامه شاهد اینی از سرویس جهانی بی بی سی خوش آمدید. در این روزها که تقریبا همه به نوعی درگیر ویروس همه‌گیر کووید 19 یا کرونا جدید شدند، تاریخ یکی از بدترین ویروس‌های همه‌گیر را در جهان بررسی می‌کنیم. در این برنامه همراه با کیت لامبل شیوع آنفولانزا در سال 1918 میلادی را بررسی می‌کنیم که در آن زمان به آنفولانزای اسپانیایی مشهور شده بود. It is probably the single most همه‌گیری آنفولانزا در سال 1918 احتمالاً بدترین فاجعه طبیعی ثبت شده در تاریخ بشره. ده ها میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر این بیماری جونشون از دست دادند. برای همین فهمیدن اینکه همه‌گیری چطور اتفاق افتاد، ویروس از کجا اومد و اینکه چرا به این سرعت گسترش پیدا کرد، درس‌هایی که از اون میشه گرفت و خیلی هم مهمه. این صدای دکتر جفری تابنبرگر است که در دهه 90 میلادی یک ویروس شناس بود. در این زمان بود که این پرسش ها ذهن او را مشغول کرده بودند. پیدا کردن پاسخ آنها چندان آسان نبود. وقتی که آنفولانزای 1918 شایع شد، هنوز هیچ کس حتی از وجود چیزی به نام ویروس خبر نداشت. وقتی که در دهه 30 برای اولین بار ویروس آنفولانزا ابتدا در خوک‌ها و بعد در انسان‌ها کشف شد، همه‌گیری ویروس به پایان رسیده بود. برای همین راهی برای مطالعه مستقیم ویروسی که باعث این آنفولانزای همه‌گیر شده وجود نداشت. دکتر تابنبرگر امیدوار بود که به کمک تکنولوژی علوم ژنتیک مدرن بتواند به پاسخ برخی از این پرسش‌ها برسد، به شرطی که میتوانست ردی از ویروس اولیه این آنفولانزا در بدن قربانیان بیماری پیدا کند. جفری تابنبرگر در مؤسسه پاتولوژی نیروهای مسلح در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا کار می‌کرد. در اینجا بود که او به بانک ملی بافت آمریکا دسترسی داشت. It's a collection of millions and millions of pathologists. این بانک مجموعه میلیون‌ها و میلیون‌ها نمونه آزمایشگاهیه. مجموعه‌ای از بافت‌ها، لام‌ها و رکورد‌های آزمایشگاهی که هر کدوم از زمان جنگ داخلی آمریکا جمع‌آوری شده بود. دکتر تابنبرگر امیدوار بود بتواند در این مجموعه نمونه‌ای از سربازان جنگ داخلی آمریکا را بیابد که بر اثر آنفولانزا مرده بودند. So we search for influenza, flu. جستجوی ما به دنبال فلو، آنفولانزا و گریپ در سال 1918 و 1919 بود. در مرحله اول به 100 مورد رسیدیم و از این 100 مورد 75 نمونه هنوز اسلاید و مجموعه بافتی قابل دسترسی داشتند. همه این موارد به دفتر من رسید. او با نمونه برداری از این بافت‌ها سعی می‌کرد که اطلاعات ژنتیکی ویروس را مجزا کند. مورد به مورد و چندین و چند بار بیش از یک سال این کار را انجام داد تا اینکه بالاخره تلاش و پایداریش به نتیجه رسید. اولی مورد به سربازی مربوط بود که اواخر سپتامبر 1918 در فورت جکسون کارولینای جنوبی بعد از 5 روز ابتلا به آنفولانزا مرده بود. یعنی در اوج این همه‌گیری بیمار شده بود. این سرباز بر اثر عفونت باکتریایی در ریه چپش مرده بود. اما با اینکه بافت ریه او بخش بزرگی از قرن گذشته را در یکی از طبقات بایگانی بافت ملی آمریکا سپری کرده بود، ویروس در ریه راستش حفظ شده بود. جفری تابنبرگر و تیم او کار شناسایی کد ژنتیک ویروس را آغاز کردند. اطلاعاتی که به RNA ویروس معروف است. اما یک مشکل هم وجود داشت. میزان اطلاعاتی که میشه از این نمونه‌های بافتی به دست آورد بسیار محدود کننده است. به سختی میشه تصور کرد چه میزان کمی از RNA ویروس در این نمونه‌ها وجود داره. در مجموع تمام اطلاعات موجود در همه 100 مورد تنها برای مشخص شدن 1/4 اطلاعات ژنتیکی ویروس کافی بود. اما بعد تیم دکتر تابنبرگر موارد دیگری را در یک آرشیو بافتی در لندن پیدا کرد. آنجا بود که خوش اقبالی به آنها رو کرد. نامه ای از دکتر یوهان هولتین دریافت کردم که اون زمان یه پاتولوژیست بازنشسته در سان فرانسیسکو بود. او با آنفولانزای 1918 رابطه جالب توجهی داشت. در اوایل دهه 50 پروژه‌ای رو آغاز کرده بود تا به آلاسکا بره و کسانی رو که در آنفولانزای 1918 مرده بودن و جسدشون در سرما منجمد شده بود نبش قبر کنه. در سال 1951 یوهان هولتین به روستای برویک در آلاسکا رفت.
90% از ساکنان این روستا در آنفولانزای 1918 میلادی مرده بودند و بدنشان در زمین یخ زده دفن شده بود. ایده او این بود که سرما نه تنها بدن این عده را که ویروس قاتل آنها را نیز محفوظ نگه داشته. او چند جسد را بیرون کشید و از روی آنها نمونه برداری کرد. نمونه ها را به آزمایشگاه خود در دانشگاه برد. این صدای یوهان هولتن است که در سال 1999 با بی بی سی صحبت کرده بود. ویروس مرده بود. برای همین تز پست دکترای من اون طوری که برنامه ریزی کرده بودم از آب در نیامد و من به یک ویروس شناس معروف تبدیل نشدم. اما در 1997 کار دکتر تابنبرگر یوهان هولتن را به وجد آورد و به یک تلاش دوباره علاقمند کرد. جواب نامش رو نوشتم و گفتگوهامون رو با تلفن ادامه دادیم. انسانی فوق‌العاده با شور و شوقی استثنایی بود. خیلی مشتاق بود که یک بار دیگه برو همین کار رو انجام بده. با این تفاوت که این دفعه بیش از 70 سال سن داشت. من فکر می‌کردم مثل محققی که اگه پروژه تازه‌ای داره باید دنبال بودجه باشه و طرح برای بودجه بنویسه و همین خودش یک سال طول می‌کشه، این کارم همین سرنوشت رو پیدا می‌کنه. برای همین ازش پرسیدم فکر می‌کنی کی میشه این کارو انجام داد؟ جواب داد هفته آینده. اون طرف خط سکوت مطلق بود و حدس می‌زدم که داره فکر می‌کنه این دکتر هولتن دیگه چه دیوونه‌ایه. یوهان هولتن پیشرفت در کار را برای دکتر تابنبرگر فکس می‌کرد. 19 اوت 1997 مجوز نبش قبر را امروز ساعت 2:45 دقیقه از شورای ویژه برویک گرفتم. ساعت 4 بعد از ظهر کندن قبر را شروع کردم. 21 اوت ساعت 6 صبح 4 تا کارگر استخدام کردم. بعد از کندن 4 فوت و نیم به لایه منجمد زمین رسیدیم. این وقت تابستون نشانی خوبیه. شرایط زندگی اینجا خیلی ابتداییه. شبها توی یک کلاس مدرسه روی زمین میخوابم. یوهان فکر میکرد بهترین نمونه متعلق به زنی با چاقی مفرط باشد. چربی روی بدن او بافتهای زیرین را به خوبی محافظت کرده بود. بافتای لازم رو جمع‌آوری کرد، بعد درباره اینکه چطور اونها رو نگهداری کنه که ایمن باشن و به کسی سرایت نکنه هم صحبت کردیم. بعد از اون مواد رو در 3 بسته جداگانه برای ما فرستاد، صرفا برای اینکه اگه یکی از اونها گم شد دست خالی نمونیم. خوشبختانه هر 3 بسته امن و امان به میز کار دکتر تابنبرگر رسیدند. وقتی که کار توالی یابی ژن ویروس رو شروع کردیم، نکته جالب توجه این بود که نمونه بافت کسایی که با فاصله 7 یا 8000 مایل از آلاسکا تا لندن قربانی آنفولانزا شده بودند، توالی دقیقاً مشابهی با هم داشتند. در آلاسکا یوهان هولتن صلیب‌های چوبی را روی گورهای نبش شده نصب می‌کرد. 50 میلیون نفر بر اثر آنفولانزای 1918 میلادی جان دادند. اما هرچه که امروز دانشمندان درباره این ویروس می‌دانند، از همین اجساد و چند نمونه بافتی می‌آید که در بایگانی‌های آمریکا و لندن نگهداری می‌شد. آنچه که دکتر هولتن پیدا کرد، به دکتر تابنبرگر کمک کرد تا جواب پرسش‌هایی را بیابد که دهه‌ها دانشمندان را مشغول خود کرده بود. احتمالاً هیچ وقت نمی‌فهمیم که این ویروس چطور، کی و کجا از آنفولانزای پرندگان به انسان رسید. می‌دونیم که ویروس 1918 خیلی شبیه آنفولانزای پرندگان بود، تنها کمی تغییر کرده بود که باعث شده بود با یک حیوان واسطه که باز هم نمی‌دونیم چه حیوانی بود به انسان برسه. تمام موارد آنفولانزا در انسان‌ها در 100 سال گذشته مستقیماً به همین یه ویروس می‌رسن. برای همین اگه به تبعات آنفولانزای مرگبار 1918 فکر کنیم، 50 میلیون نفر در اون سال مردن، اما میلیون ها انسان دیگر هم در 100 سال بعد از اون آنفولانزا مردن. جالب این که همه گیری های آنفولانزا در سال 1957 یا 1968 یا حتی 2009 همه در اساس نسبشان به همون ویروس میرسه و توالی ژنتیکی ویروس 1918 در تمامی اونها حفظ شده. در واقع ما در زمانه ای زندگی میکنیم که همه گیری 1918 هنوز ادامه داره. و با این بخش از شاهد عینی برنامه امروز هم به پایان میرسه. تا روزی بعد فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی میکنم. شب و روزتان خوش.